بله آن ادامه برنامه هست و بحث ما با بانو نگینه توانا ادامه داره فعال حقوق زن در رابطه با زنان و تجارت می که صحبت داشتیم تا این لحظه تا و از این بعد هم صحبت های می داشته باشیم با بانو توانا حال در رابطه به فعالیتهای خودتون می بر ما بگوییم که شما خودتون چقدر فعالیت داشتین تا جایی که ما آگاهی دارم کمتون اما می‌خوایم بیشتر آگاهی خود ما محاصل و از بیننده های که خودت چقدر فعالیت داشتیم. آها سلامت زنده باشین تا حال در افغانستان 890 بونو هست که در بخش تجارت کار میکنن و سرمایه گذاری کردن و من هم تلاش دارم که بتونم در جمع اینها هم بپیوندم و <applause> باشد که انشالله در پولی ای خانم هایی که تجارت میکنن جز از فعالیت های از اینها ما هم باشم انشالله. در کنار از و هم فعالیت های خود را ادامه بدم و فعلا ما در کابل یک کارخانه سامبو پازی ایجاد کردیم که مربوط خانم ها میشه تمام پرسونلش خانم ها هست و ما این کار را و این کارخانه را با این هنگیزه آغاز کردم که اگر خانم ها بتونن استقلالیت مولیشان را خودشان به دستشان بگیرن انشالله که مشکلات بعدی هم حل میشه کارخانه سمبوسه پزی درست اما کاش ما ایم چاش نان نمیخوردیم منتظر شما می بودیم که شما بر ما از امو کارخانه یک چندان سمبوسه می آوردین ما هم میکدیم. می انشالله که شما هم مستفید می <تصوح> پس آه، همکارای ما میگن که حتما یک روز تیم ما رو دعوت کنین ما بیایم اموج سمبوسه بخوریم چون که اینجا شاید اگر بیای سرد شود انشالله حتما ما در خدمت بیننده ها شما شاید باشین که بانو توانا به با ما قول داده که ما را حتما دعوت میکنن در کارخانه شان و ما هم میریم دیدن میکنیم از کارخانه شان و همچنان که میریم اونجا از سمبوسان روش جان میکنیم خب بانو توانا میشه بر ما بگوین که کسی هست که شما را حمایت کنه چگونه شما چه با انگیزه باعث شد که شما بالاخره به با این کار رو بیارین و بالاخره تصمیم بگیرین که یک کارخانه سمبوسه پزی و, و بانوان هم در دور خودتان جمع کنید تا هم فعالیت داشته آها آه، تا به این حال مرا کسی حمایت نکرده در این حرسه فامیل ما بوده که تا بالا کنار ما استاد شدن و به حمایت پدر جانم مادر جانم تانسته کارخانه را ایجاد بکنم و در این کارخانه در حدود یک و نیم ست خانم کار میکنن و هشت نفر آقا هست که جنده هم در نظر گرفتیم در اینجا فعالیت میکنن و انگیزی که این کارخانه را ما خواستیم فعال بسازیم هی است که از هوایل میخواستم و آرزو داشتم که یک روز برسه که خانم های افغانستان هر کدام استقلالیت مالیشان را به دستشان بگیرن تا بتوانند از چالش ها و مشکلاتی که در زندگیشان وجود داره تمام او را از با... توسط همی بتانن از بین ببرن یعنی داشتن پول و داشتن همی استقلالیت مالی برای هر فرد لازم و ملزوم و بسیار نیاز است که یک فرد باید خودش از هان چی که خودش میخواید برایه و این انگیزه بر ما وجود داشت که ما باید چی کار بکنم بر خانم ها که در قلب تانم یک خانم کمک بکنم ام. اگر ما بر یک خانم کمک کرده باشم میتونم ما یک خانواده را کمک کنم بنا این انگیزه باعث شد که من یک کارخانه را ایجاد بکنم و در این کارخانه به تعداد پرسنل را که ما گرفتیم تمامش خانم ها هست مرتبط به خانم ها هست و وقتی رزی که را مراد کرده باشم اش نفر از آقایان هم هم کار میکنن و ان که برنامه های بزرگ دیگر را هم ما داره ما تیم مؤسسه برابری که هم در بلخ فعالیت میکنن و هم فعالیت هایشان را در کابل آغاز کردن و اولین فعالیت ما در کابل از تیم مؤسسه برابری ایجاد کارخانه برای خانم است. بسیار عالی خب به این تعداد خانمایی که در اینجا کار میکنن در کارخانه شما یا در امی مکانی که شما آماده ساختین به خاطر از اینکه فعالیت داشته باشین گفتین 100 چند نفر است 102 نفر بانو است که فعالیت می داشته باشن در اینجا اینا را شما خودتون مصارفشون رو می پرداخت میکنین یا از امو سمبوسی که شما البته تولید میکنین آماده میسازین اونا مصارفشون بدست میاد آنچی محصولی را که ما تولید میکنیم در بازار طبعا تجارت در اوایل مشکلات خود را داره و با مشکلات چالش های روبرو هست که انشالله با, با گذشتاندن روزهای و تجربه های ما میتونیم مشکلات چالش ها را حل بکنیم <applause> اما تا به این حال هم هانچی که ما مسئول ما به دست و در بازار هرزه میشه ما توسط زو پس دوباره تمام مصارف از کارمندای ما را برشان <applause> بسیار خوب بانو نگینا بعضی با این باور هستند یعنی فکر میکنن که حالا اگر ما یک کار را پیش بگیریم باید یک هزینه خیلی بیشتر و زیادتر داشته باشیم تا بتونیم امی کارها را پیش بگیریم یا یک فعالیت را پیش بگیریم که بتونیم چند نفر دیگه هم خود جمع کنیم و یک کار را انجام بدیم که به هم به نفع خود ما هم به نفع چند نفر دیگه باشه اما شما با چه قدر مصارف تونستین که امشین فعالیتی را آغاز کنیم آه، ما آه، فعالیت را که آغاز کردیم با ازینه تقریبا تا به حال که ما مصرف کردیم 16 هزار دلار ما تا به حال مصرف کردیم تا تونستم این کارخانه را ایجاد بکنم و امی کسایی که اینجا کار میکنن و به که همراه ما هستن تمامشان از شروع کار که از ایجاد کارخانه بود که او روزی که مم. ما سنگ تعداب او کارخانه را گذاشتیم که خانم ها همراه ما بودن اینا ترند دیدن برای زیاد ترند داده شد که چی گونه در کارخانه کار بکنن و امی قانون و قوانینی که یک کارخانه داره نظافتی که یک کارخانه داره و چی کارهای باید بکنن من بیشتر بیشتر بسیار زیاد تلاش ما بر این بود که خانم های را ما با خود داشته باشم که حداقل اونا نیاز دارن به کار و اونا هم بتونن همو نیازهایی که در خانواده خود دارن و مرفوع بله قسمی که ما از بانو نگینه شنیدیم به خاطر این من و هیچ تجارت به رسک از... نیست ما بله. مجبور هستیم یا مکلف هستیم که باید ریسک را از اول بپذیریم بیدون بله بدون ریسک نمیتونیم موفق باشیم ما شاید فعالیت های بانو توانا هستیم به میخاطر من بحث باز کردم که ببینیم که بانو توانا از کجا شروع کردن فعلا به کجا رسیدن که هر بانوی افغان ایره بدونه که یعنی ما فقط به باور نباشیم که ما باید حتما یک ازینه داشته باشیم که بتونیم یک کار را یا یک فعالیت را انجام بدیم دقیقا مشکلات صد راه هر بانوی هست تمام مردم افغانستان دچار مشکلات هستن اما باید بله. مبارزه کنیم حالا کی میتونه در این عرصه بر ما کمک بیشتر بکنه تا ما بتونیم در مقابل مشکلاتی که صد راه ما است یعنی مبارزه کنیم و مقابله کنیم خانواده حکومت یا خود ما کی بیشتر میتونه در این عرصه ما رو کمک کنه در رابطه با مشکلات و چالش ها بگویم هیچ کار بدون مشکل نیست بدون چالش نیست در اوایل کار وقتی ما شروع کرده بودیم با سه نفر بانو ما این کارو شروع سه نفر بانو بودن که تجهیزاتی که ما داشتیم بسیار کم بود بسیار کوچک بود برای یک اتاق بسیار کوچک بودیم و سه نفر الا تا بالا تقریبا به 1500 نفر رسیده مهم. کارمند ما ما تونستیم با چالش ها و مشکلات که سر تجارت برای بانوان وجود داره خیلی زیاد هست و تقاضای ما از دولت افغانستان هی است که در این قسمت با بانوا همکار کار باشند اگر ما سرمایه گذاری ما به نسبت خیلی کوچک می باشه بیاین هونا ما را همکاری بکنن و بر ما بازو شون تا ما بتانیم تجارت خود را گسترش بتیم چون ما همه لازم و ملزوم هم است بدون از که ما را همکاری بکنن یا بر ما همراهی بکنن ما نمیتونیم یعنی تا حد نهایی که توان ما میرسه ما تا وقت تلاش خود را میکنیم اما به حساب هزی که کارهای ما ملی و بین المللی شوه ما نیاز داریم که دولت ما را کمک بکنه ما نیاز داریم که دولت زنان برای زنان تجارت پیشه و باید بگیرن برای زنان و تجارت پیشه سامانالات باید آماده بکنن مواد خامی که نیاز دارن باید او را آماده بکنن <تصفح> که ها و مشکلات و که در دیگه بخش ها سرارای خانم ها وجود داره در بخش تجارت هم خیلی زیاد است بله خب پس حکومت حالا که شما خاصتون از حکومت است که حکومت باید همکاری کنه یا زنانی که تجارت پیشه هستن اونا رو همکاری کنه با کدام برنامه های بهتر میتونه بانوان افغان همکاری بکنن تا اونا هم بتونن در عرصه تجارت موفق باشن و دیگر دچار کدام مشکل نشن ما بیشتر یادآوری کردم زنان در افغانستان تقریبا 890 زن تجار در افغانستان هستند که سرمایه گذاری کردند این 890 زن تجار همشون با چالش ها و مشکلات آغاز کردند از اوایل در قسمت زنان فعلا در افغانستان در بخش صنایع دستی کار میکنند در بخش در بخش میوه‌جات کار میکنند در بخش قالین بافی کار میکنند و این قسم در بخش های مختلف اینا کار میکنند و اگر دولت بتونه برنامه‌ای موثر برای زیاد داشته باشه اگر دولت بتونه که امی ساخت ماشین هایی که میشه حداقل در داخل افغانستان بر ما ساخت زیر زمینی ساخت زیر ایجاد شود و بتانیم که در خود افغانستان ای ساخت که این خوشبختانه خوشبختانه باید بگویم که ماشینالاتی که در کارخانه پیزی ما ایجاد کردیم توسط یک جوان هموطن خود ما در داخل افغانستان ایجاد شده, ایجاد شده. که این هم به ما جای خوشبختی است که ما توانستیم به عنوان یک بانوی افغان در کنار یک استاد شوم و برای این فرصت را بتم که که او بر ما یک ماشین بسازه حداقل مو ایدیا و مو مفکوری که خود از او آقا داشت در قسمت ساختن یک ماشین ای باید افتخار افغانستان است که ما در قسمت از دولت مردای مخایش میکنیم که لطفا آن آنهایی که کارهای دیستی میکنن در صنعت رول داره اونا رو تشویق بکنین و برای پیشرفت از اونا شما باید برنامه های موثره داشته باشین و اونا رو بالایشان گذاری بکنین کار بکنین تا باشه افغانستان مرفه و آرام داشته بله و متاسفانه ب... وباید وګورېمیره کې بعضی از خونوادو قسمی هستند که اصلا به این باور نیستن که بانوان میتونن پا به مردها یا دوش به دوش مردها کار بکنن اونا هم فعالیت داشته باشن و در تمام عرصه های زندگی اونا هم میتونن موفق باشن و توانایی را دارن که اونا هم در هر کاری که دست میزنن انشالله که موفق میشن اما بعضی از خانواده ها همچین باوری ندارن و همیشه سرزنش میکنن بانوان به خصوص در عرصه های مختلف اگر اونا بخوان یک تصمیم بگیرن یک کار را بخواین آغاز کنن همیشه مورد هم سرزنش خانواده ها قرار میگیره اینکه خانواده اگر بخواد انسان تشویق کنه ما با کجا میرسن به خصوص بانوان که حالا آقایان خودشان تصمیم میگیرن به گفته یگان ده خودشان میبرن خودشان میدوزن اما بانوان یک ذره دچار مشکلات هستن از طرف خانواده ای که اونا مورد سرزنش قرار میگیرن و بر اونا اجازه داده نمیشه در هر کاری یعنی فعالیت داشته باشن یک اگر مورد تشویق خانواده قرار بگیره همکاری داشته باشه خانواده با بانوانشان چقدر میتونه جامعه ما پیشرفت کنه دقیقا بنی گران قدر. ما جا داره در این قسمت از پدرم از مادرم از فامیلم از سپاسگزاری ویژه بکنم چون اینا در پولی ما استاد شدن که ما امروز تانستیم تا این حد موفق باشیم و موفقیت هر فرد خانواده چی بچه باشه و چی هم دختر باشه ربط مستقیم میگیره به پدر مادرش وقتی که فامیل خانواده یک شخص او را تشویق بکنن به او همکاری بکنن راهی را که او میره با او یاری بکنن مثل بازو کنار از و باشن من متیقن هستم که اولین رکنه که یک جوان میتون رشت رشد بکنه یک جوان میتونه که بسیار به مو طوری که خودش میخوای عالی و بهتر به مو آرزوهای خود برسه و بتونه به کارهای خود برسه اولین کسی که میتونه او را موفق بسازه فامیلش است بله سلامت باشین زنده باشین بانو نو توانو از اینکه تشریف آوردن ان شاء که در تمام مراحل زندگیتون موفق باشین سلامت باشین شما زنده باشین اوقات خوب و خوش باشه ما و ببیننده ها الله تو سرین زنده باشین عمده. بیننده های عزیز جهان سپاس از شما ایزان هم که تا این لحظه با ما همراه بودین در این دقایق برنامه هم میریم با هم بخش فیشان که آماده هست تماشا میکنیم پس از تو هم برمیگردیم در استودیو با همکار خیلی خوب ما همراه باشین مهماندار هست صحبت های خیلی خوب داشته باشین